واکنش جدید محمد جواد ظریف به ماجرای اخراج یا استعفاش از دولت پزشکیان و همینطور تهمت‌هایی که برخی از منتقدین به تابعیت آمریکای فرزندای ظریف داشتن. با ما همراه باشید، صحبت‌های ظریف رو می‌شنوید. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب. خب همونطور که توی ویدیوی قبلی شب گذشته براتون قرار دادم، محمد جواد ظریف از سمت معاون راهبردی دولت پزشکیان کنارگیری کرد که خیلی ها این کنارگیری رو به استعفا تعبیر کردن و خیلی های دیگه هم گفتن که پزشکیان و عارف خودشون به صورت غیر مستقیم این کار رو به ظریف تحمیل کردن و یه جورایی اون رو اخراج کردن. ولی اصل ماجرا چه چیزی هستش؟ محمد جواد ظریف برای شفاف سازی بیشتر قضیه پست جدیدی رو در شبکه‌های اجتماعیش منتشر کرد و به توضیح علت‌های استعفاش از دولت پزشکیان پرداخت. خیلی از منتقدین توی 24 ساعت گذشته صحبت‌هایی رو انجام دادن که ظریف مجبور به استعفا از دولت شده، اونم به خاطر تابعیت فرزنداش که دو تابعیتی هستن و تابعیت و پاسپورت آمریکا رو دارن و مطابق قانون اساسی افرادی که خودشون یا فرزنداشون تابعیت یک کشور بیگانه دارن نمیتونن پست‌های کلیدی رو در دولت بر عهده بگیرن. محمد جواد ظریف در دوران جوانی در کشور آمریکا سالها زندگی کرده بود و تحصیلش رو توی این کشور تکمیل کرد. همونجا هم ازدواج کرد و اکثر بچه‌هاش توی کشور آمریکا به دنیا اومد و مطابق قانون خاک آمریکا تمام فرزندانی که با هر تابعیتی در کشور آمریکا به دنیا بیان میتونن پاسپورت آمریکایی بگیرن. یعنی فارغ از این که ظریف تابعیت آمریکا داره یا نه، فرزنداش به خاطر به دنیا اومدن در خاک آمریکا میتونن پاسپورت آمریکایی خودشون رو دریافت کنن و همین تعبیر شده بودش به دو تابعیتی بودن فرزندان ظریف و گفته بودن که ظریف با توجه به فرزنداش نمیتونه پست‌های کلیدی رو در دولت بر عهده بگیره. اما محمد جواد ظریف بعد از حواشی 24 ساعت گذشته با انتشار پستی درباره کنارگیریش از دولت مسعود پزشکیان نوشت: برخی مردودین از جانب مردم با تفسیر عجیبی از قانون اشتغال بنده در مشاغل حساس به بهانه‌ای برای فشار بر دولت 14 تبدیل کرد. ظریف مدعی هستش که به خاطر فشارهایی که به خاطر شخص اون و فرزنداش به پزشکیان و دولتش و همینطور لیست وزراش وارد کردن، اون تصمیم گرفتش که از تمامی سمت‌ها از جمله معاون راهبردی و همینطور رئیس مرکز مطالعات استراتژیک رئیس جمهور استعفا بده. دیروز بعد از اینکه مسعود پزشکیان فهرست نامزدهای وزارت رو برای رأی اعتماد به مجلس داد، محمد جواد ظریف هم در پستی در اینستاگرامش از ادامه راهش در دانشگاه خبر داد و گفت از مردم ایران برای ناتوانی خود در پیگیری امور در دالانهای سیاست داخلی پوزش میخواد. آقای ظریف امروز هم مجدداً در متنی نوشت: پیام دیشب بنده به معنای پشیمانی یا ناامیدی از دکتر پزشکیان عزیز و یا مخالفت با واقع‌گرایی نیست، بلکه به معنی تردید در مفید بودن خودم در معاونت راهبردی است. برخی مردودین از جانب مردم با تفسیر عجیبی از قانون مصوبه سال 1401 اشتغال بنده در مشاغل حساس رو به بهانه‌ای برای فشار بر دولت 14 تبدیل کردند. بنده نیز برای جلوگیری از هر گونه شایبه یا بهانه برای کارشکنی در کار دولت دکتر پزشکیان عزیز هفته گذشته طی نامه‌ای از معاونت راهبردی رئیس جمهور انصراف دادم. در سال 1401 هیئت وزیران دولت ابراهیم رئیسی مصوبه‌ای رو در مورد نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس تدوین کرد که ناظران می‌گویند دست نهادهای اطلاعاتی و امنیتی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه است و برای دخالت در چینش وزیران بار گذاشته شده است. اکنون آقای ظریف با اشاره به همین مصوبه نوشت: به رغم تولد فرزندانم حدوداً 40 قبل و در دوران تحصیلم و نه مأموریت در آمریکا و قوانین پاک محور آمریکا برای تابعیت قهری، به لطف خدا بنده، همسر و فرزندانم ساکن ایران عزیز هستیم و 1 متر مسکن در خارج از ایران در تملک یا حتی اجاره خود نداریم. این بهانه برای دیگران که فرزندانشان تا
تابعیت مضاعف اکتسابی و نه قهری همراه با اقامت در خارج از کشور دارند. بیش از بنده قابل بهره برداری هستند این افراد. او با اشاره به تحریم‌های آمریکا و کانادا علیه خودش گفت: حتی من امکان سفر گردشگری به این کشورها را ندارم. آقای ظریف همینطور اشاره داشتند که هیچ نهاد نظارتی مخالفتی با معاونت او اعلام نکرده و مسعود پزشکیان هم با شجاعت و صراحت اصرار بر ادامه کارش داشته. ایشون توضیح داد که متن نخستین درباره رها کردن دالان‌های سیاست داخلی به خاطر تردید در مفید بودن در معاونت راهبردی بود و آن بهانه سیاسی دلیل بازگشت به دانشگاه نبود و تنها مورد بر علت. آقای ظریف در دوران انتخابات یکی از حامیان نزدیک مسعود پزشکیان به شمار می رفت، اما بارها در طول رقابت‌های انتخاباتی آقای پزشکیان و همچنین بعد از اون به تندی از حضور او انتقاد شده بود. رئیس جمهور جدید 11 مرداد امسال بلافاصله بعد از مراسم تحلیف در حکم محمد جواد ظریف رو به عنوان معاونت راهبردی و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری منصوب کرد. آقای ظریف در دولت حسن روحانی 8 سال وزیر امور خارجه بود و نقش محوری در مذاکرات هسته‌ای و توافقات برجام داشت که با انتقاد تند بسیاری از محافظه‌کاران در ایران مواجه شد. با وجود ادامه انتقادها و حملات لفظی به محمد جواد ظریف، مسعود پزشکیان بعد از پیروزی او را به مسئول کمیته راهبردی منصوب کرد که گزینه‌های وزارت رو به او پیشنهاد بدن. اما روز گذشته بعد از اعلام فهرست وزرا، آقای ظریف در پستی در اینستاگرام علنی از حضور در دولت مسعود پزشکیان کناره‌گیری کرد و به خاطر انتخاب وزرا هم انتقاد شدیدی رو به مسعود پزشکیان وارد کرد. او در پست اینستاگرامی دیشب خودش نوشت: از 19 وزیری که امروز معرفی شد، فقط 3 نفر نامزد نخست، 6 نفر نامزد دوم یا سوم و 1 نفر نامزد پنجم کمیته ها یا شورای راهبردی بودند و بقیه هم کلا توی لیست ما نبودند. با این حال او نوشت: از نتیجه کارش رضایت ندارد، چون نتوانسته به شکل شایسته نظر کارشناسی کمیته ها و حضور بانوان، جوانان و اقوام رو آنگونه که وعده داده بود به نتیجه برسونه. این موضوع بر شدت حملات لفظی به محمد جواد ظریف هم توی چند هفته اخیر افسود، تا جایی که در نماز جمعه 29 تیر ماه شمار زیادی از حاضران در نماز جمعه شعارهایی از جمله ظریف برو گم شو و ظریف گورت رو گم کن سر دادن و حملات تندی رو به اون داشتن. محافظه‌کاران تندرو در این حال به مواضع محمد جواد ظریف درباره مذاکره با آمریکا انتقاد داشتن. این انتقادها بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله آمریکا و درز فایل صوتی آقای ظریف در مجلس درباره او جدی‌تر هم شد. اما افراد مختلف از جمله روزنامه کیهان و حسام الدین آشنا هم به این قهر محمد جواد ظریف اشاراتی داشتند و حملات تندی رو مجدداً نسبت به ظریف انجام دادن. کیهان به صورت غیر مستقیم گفتش که پزشکیان دیگه به خاطر مشورت‌های سمی که از سمت ظریف دریافت کرد تاب نیاورد و مجبور شد اون رو اخراج بکنه. محمد ابتهی از نزدیکان محمد خاتمی هم در یادداشتی ضمن حمایت از ظریف نوشت که پزشکیان بعد از پیروزی در انتخابات مورد ظلم قرار گرفت و جز مظلوم‌ترین افراد بودش. علنم کابینه و وزرای پیشنهادیش باید از تندروترین و افراطی‌ترین مجلس تاریخ ایران رأی اعتماد بگیرن. خب رفقا، حتما نظراتتون رو راجع به ماجرای استعفا یا اخراج محمد جواد ظریف فرامون تو بخش کامنت ها بنویسید. بهمون بگید به نظرتون ظریف به دولت پزشکیان بر میگرده یا استعفاش جدی هستش؟ حتما نظراتتون رو کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.